فیلم زفر داستان زنی به نام فاتی با بازی فروزان رو روایت میکنه که از زادگاهش به تهران میره. کت خدا و مادرش به اون نشانی خان سردار رو میدن. شمس الله زفر با بازی رضا بیک ایمانوردی راننده خان سردار فاتی رو به خونه سردار میرسونه، اما اونها به محض ورودشون با مشکلاتی مواجه میشن. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. کجایی؟ چرا انقدر دیر کرد؟ داشتم بسته بنده میکردم. دنبال من بیا. اومدم. بهتون که گفتم پدرم یکی از میلیونرهای اصفهانه. موهاتون طبیعیه؟ بله قربون، طبیعیه، کاملا طبیعیه. ممکنه بپرسم چند سالتونه؟ این مسئله فقط فکر میکنم به پرویز خان مربوط بشه. توجه کنید. بله بله. توجه کنید خانم ها، آقایان، خواهش میکنم توجه کنید. آقای پیتون میخوان نوت خونم. خانم ها و آقایان، لابد الان همتون فکر میکنین و میخواییم بدونین که هدیه امشب من برای عروس آیندم تونر و زیباییش تا این حد شما رو به هیجان آورده و شما رو شیفته خودش کرده چی ممکنه باشه؟ بفرمایید قربان. پدر این چه حرکتیه؟ الان میفهمی. فاتی؟ بگیر خونه ای رو که به لجن کشیدی جارو بزن. حق باز شالتان. خدایا من که نمیتونم باور کنم. بله حق داری باور. فیلم حسرت که تو سال 1354 ساخته شده راجع به علیه که مباشر و سرپرست کارخونه داییشه. علی با دختری به اسم مریم آشنا میشه، اما دختر داییش که به اون علاقه داره سعی داره بین رابطه علی و مریم فاصله بندازه. بخشی از فیلم حسرت رو با هم تماشا میکنیم. ما اینقدر بد میرخصیدیم؟ نه برعکس، ستاره مجلس شده. ولی بین راه خورشیدم غروب کرد. متشکرم. مشروب میخوای واسط بیارم؟ نه مرسی. ببخشید یادم نبود شما مصلح جامعه هستین. این کنایت چه معنی داشت؟ تو باعث شدی ایراش سر به راه بشه. نه خودش مایشو داشت. کاش جشن سالگرد ازدواج دو نفر دیگه بود. دو نفری که یکیشون یکیو خیلی دوست داره. دو نفری که میتونستن بچه های زیادی داشته باشن. باز کنایه زدن شروع شد. میدونی مریم و ایرج یه ساله که ازدواج کردن اما هنوز بچه دار نشدن. تو عادت داری تو کار دیگران دخالت کنی. علی بیا از اینجا بریم. بریم یه گوشه خلوت، یه جای دنج، همه رو فراموش کنیم. میدونی چیه؟ من با تو بهشتم نمیام. تو هنوزم همون احمقی هستی که بودی. لجش در اومد. وای خیلی قشنگی. پدر جدا خجالت دادین. اینو بگیر ببینم. بیا جلو، بیا جلو. آها زیبنده گردنت رو.
ممل آمریکایی جوونیه که آرزو داره به آمریکا بره، اما برای گرفتن ویزا نیاز به زامن داره. ممل ماشین زنی به اسم نسرین رو میدزده و دعوتنامه‌ای از آمریکا تو اون پیدا میکنه. ماشین رو به صاحبش پس میده و با اون دوست میشه. مادر نسرین زامن ممل میشه، اما بعد از مدتی میفهمه که زن مادر نسرین نبوده و زن خوشگذرونیه که به دنبال مرد هاست. بخشایی از فیلم ممل آمریکایی رو با هم تماشا میکنیم. البته اینو باید بگم که مهندس شدم. آقای مهندس والا اگه حرفی نمیزنم فقط به خاطر اینه که میخوام محو زیباییتون بشم، خوشگل و قشنگ و بیوتیفول. باور بفرمایید اگه تو هالیوود حتی یه نفر مثل شما دیده باشم. خجالتم ندید. خب چه عجب که آمدید. چه عجب که شما رو دیدم. خانمای محترم اجازه میدم با گل سرسبد مجلسشون یه دفعه برقصم؟ ببخشید. نه اون در سانفرانسیسکو بود. بله با اجازه دوستان میبخشید. حضرت آقای اجازه میدیم بنده یه دفعه مزاحمتون بشه؟ چون من خیلی عصبانی هستم، یعنی بچه‌م عصبانی هستم. نه جون من، کله بنده خیلی خوب کار میکنه. اتفاقا با جناب عالی هم یه خصوصی داشتن. خب بفرمایید عمومیش کنید. بله آقا پسر، برای شما صورت خوشی نداره. دخیت میشه یا خیت میشه یا بهتر شما اول طرز لباس پوشیدن یاد بگیریم، وقت بیاین با من حرف بزنیم. آقا صحبت بنده در مورد لباس، یعنی لباس من که یعنی لباس دیگه جانم دیگه. حالا چرا به من میگین؟ پس بگم به کی بگم لباس من یعنی لباس من؟ واقعا که افتضاحه. با مهندس آشنا شدی؟ شدم. یعنی اگه آقای مهندس لباس بنده رو چیز کنه، یعنی دیر رم دم ترم دین دم ترم درم کنه. با اجازه تو ما میخواستیم یه بول ایرانی های یک غیری بریم که آقا وارد شده نشده و یک غیرمون رو بستون. با اجازه این نسرین جون رفت اول با هم شروع کنیم. بیا بیا رفت کمش نکنیم. این لباس منه. شما هیچ آمریکا بودین؟ خیلی. نیویورک هم دیدی؟ بارها. پمپ بنزینا چه چطور؟ نه. بهش آکاستر چی؟ نه پس یه هفتایم عمرتون برفن ها؟ هشکی دیده بودم مهندس کردم هم بشکنه. ایشالله این بار که رفتیم خودم همه چیز رو نشونه تو میدم. شما چقدر خوبی مهندس. اگه به حرف پیش رفتیم چیزایی رو نشونه تو میدم بلندتر از برج ایفل. وای نمیدونم چرا از شنیدن اسم جاهای بلندترم آلرژی داریم. یعنی چه این کادو چی شد؟ اولا نه خودش این همونه که من خریدم. همین شد کامفورت رو کنم. آره یعنی اشتراف کنیم. الان تحتیل شد. دو خواهر از خانواده اشرافی شیفته یه پسر رانندشون میشن، در حالی که تا اون زمان هیچ کدومشون به اون توجهی نداشتن. بعد از ماجراهایی سرانجام خواهر کوچیکتر به نفع خواهر بزرگتر خودشو کنار میکشه. بخشایی از فیلم هنگامه رو با هم تماشا میکنیم. قلوم بشه. مرسی. نسی چرا واسه تینجا نیست؟ چرا؟ خب چی داشتی میگفتی؟ خواهرت امروز از من میپرسید بالاخره کی عروسی میکنید؟ هرچی دیرتر عروسی کنیم دیرتر پیششیم. آخرش من از دست تو دیوونه میشم. ببینم حالا کی خیال دارن عروسی کنن. نمیدونم الان چند ساله با هم نام زدن. خانم آقایان گوش کنین، چون من به مشروبات الکلی عادت ندارم با کمال معذرت این لیوان شیر رو به سلامتی هنگام جورم که جشن امشب و به افتخار من ترتیب داده میخورم. اجازه بدین من حرفم هنوز تموم نشده، یه دقیقه صبر کنین. آرزو میکنم در آینده نزدیکی عروسی جمشید و هنگامه رو خیلی مفصلتر از این جشن بگیریم. سلام علیکم. حالا با اجازه
خانم ها آقایون، میخوام به افتخار سینیور رزتی مهمون ایتالیاییمون هنگامی از فیلم شب آفتابی که تو سال 1356 ساخته شده از این قراره که نصرت بعد از آزادی از زندان با دوستش قوام قرار میذاره تا قوام کسی که به نامزد نصرت حد که حرمت کرده رو به قتل برسونه. نصرت هم در عوض عموی قوام رو که ثروت پدرش رو بالا کشیده و قصد داره با مادرش ازدواج کنه بکشه. بخشایی از فیلم شب آفتابی رو با هم تماشا میکنیم. سلام قربون. سلام آقا. دوام خان تشکر تو سالون ملکی نمید آقا سلام علیکم. سلام کی اومدی؟ همین الان اومدم. خوش اومدید. میبخشی که دست گلی چیزی با خودم نیاوردم. اشکالی نداره. شب بعد که اومدی بیار. ماشاءالله چه سر و صدایی براز. طرف کدومه؟ اونه هاش. نقل مجلسه. داره میرخصه. اونم مادرم. تو این راه رو اتاق مستخدم هست. وقتی تو میای همشون خوابن. تو از اون در روبرو باید بیای. اون پشته. همچه خیلی آروم و بی سر صدا میای. طوری که هیچ جنبنده ای صدای پاتو نشنفت.